همینطور که اطلاع دارید پیدایش باب چهار رو دنبال میکنیم در حقیقت باب سه رو تموم کردیم و باب چهار که راجع به دو فرزند آدم و هواست قائن و حابیل پیدایش همطور که گفتیم سرآغاز خیلی چیزاست عالم هستی و بسیار از اموری که میبینیم و یا نمیبینیم وقتی که آدم و هوا گناه میکنن و از باغ عدن رانده میشن و میان بیرون آدم زن خودش رو میشناسه و هوا باردار میشه و پسری میزاد و باب چهار آیه یک اینطوری شروع میکنه آنگاه هوا گفت به کمک خداوند مردی حاصل نمودم پس نام او را قائن یعنی حاصل شده گذاشتم هوا بار دیگر حامله شده پسری زایید و نام او را هابیل گذاشت هابیل به گلداری پرداخت و قائن به کشاورزی مشغول شد پس از مدتی قائن هدیه ای از حاصل زمین خود را به حضور خداوند آورد حابیل نیز چند رأس از نخوزادگان گله خود را زب کرد و بهترین قسمت گوشت آنها را به خدا تقدیم نمود خداوند حابیل و هدیهش را پذیرفت اما قائن و هدیهش را قبول نکرد پس قائن براشفت و از شدت خشم سرش را به زیر افکند خداوند از قائن پرسید چرا خشمین شده ای و سرت را به زیر ای اگر درست عمل می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ اما چون چنین نکردی گناه در کمین توست و میخواهد بر تو مسلط شود ولی تو بر آن چیره شو روزی قائن از برادرش حابیل خواست که با او به صحرا برود هنگامی که آنها در صحرا بودند ناگهان قائن به برادرش حمله کرد و او را کشت آنگاه خداوند از قائن پرسید برادرت حابیل کجاست قائن جواب داد از کجا بدانم مگر من نگهبان برادرم هستم خدا من فرمود این چه کاری بود که کردی خون برادر از زمین نزد من فریاد برمی آورد. اکنون ملعون هستی و از زمینی که با خون برادرت آن را رنگین کرده ای ترد خواهی شد از این پس هر چه کار کنی دیگر زمین محصول خود را آنچنان که باید به تو نخواهد داد و تو در جهان آواره و پریشان خواهی بود داستان دو فرزند آدم و هوا قائن برادر بزرگتر بود حابیل برادر کوچکتر وقتی این قسمت رو میخونیم این سوال پیش میاد این چیزی بود که اولین بار به فکر من رجوع کرد وقتی این قسمت رو خوندم گفتم چرا خدا هدیه قائن رو قبول نکرد کشاورز بود قاین زمین رو کاشته بود و همینطور که در کلام خداوند باب سه خونیم وقتی گناه وارد دنیا شد خداوند گفت از این به بعد زحمت خواهد بود دیگه این زمین خار و خس ازش رشد میکنه و بیرون میاد هر چی میکاری با زحمت با عرق جبین باید کار کنی و نان بخوری و خب مسلما قائنم با زحمت این زمین رو کاشته بود و محصول به بار آورده بود و خب هابیل هم دامدار بود دار بود و گوسفند و گاو و بز و اینجور چیزا پرورش میداد ولی چی بود که خداوند وقتی این دو هدیه به حضور خدا میارن قائن از محصول زمین خودش و حابیل از رأس نخستزادگان گله خودش به حضور خداوند تقدیم میکنه قائن پذیرفته نمیشه هدیه قائن پذیرفته نمیشه ولی حابیل هدیهش پذیرفته میشه یه نظریه است که ممکنه خداوند چون هدیه گوشتی نیاورده بود قائن هدیه قله و اینجور چیزا آورده بود این قبول نبود در حضور خدا البته در لاویان باب 6 میبینیم که خداوند محصولهای آردی رو و هدایای آردی رو هم قبول میکرد نه تنها گوشتی بلکه هدایای آردی رو هم قبول میکرد پس به نظر من نمیتونه این اون دلیل باشه ممکنه خداوند با اونها صحبت کرده و گفته بود من میخوام این هدیه رو بیارین ممکنه ولی اینجا کتاب مقدس راجبش توضیح نمیده بنابراین میشه فقط حد سد. و کتاب مقدس داره تاکید میکنه که این هدیه بود که به حضور خدا می نه قربانی چون می قربانی وقتی اولین قربانی که انجام شد در باغ عدن چی بود وقتی خداوند برای گناهان آدم و هوا حیوانی رو قربانی کرد و اونها رو با پوست حیوان پوشوند خب گناه وارد شد چیزی که باعثی انجام شه بعد خون ریخته شد تا گناه پاک شه درسته ولی اینجا داره صحبت هدایا رو میکنه نه قربانی همیشه باید مواظب باشیم که اگر میخوایم حدس بزنیم اقلا به کتاب مقدس رجوع کنیم در رابطه با حدسامون خب اقلا بگردیم و تحقیق کنیم ببینیم کتاب مقدس در تمام محتوای خودش داره چی میگه وقتی میریم به ابرانیان به عهد جدید نگاه میکنیم ابرانیان باب 11 آیه 4 داره میگه از راه ایمان بود که حابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خداوند تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید. بنابراین ابرانیان یک ابرانیان با داره یک کلیدی به ما میده و میگه این ایمان بود که هدیه حابیل مورد قبول, واقع شد و هدیه قائن مورد قبول واقع نشد. و رومیان باب ده میگه چی میگه ایمان از شنیدن چیه کلام خداست بنابراین به نظر میاد خداوند با قائن و حابیل سر قربانی و هدایا صحبت کرده بود و گفته بود به چه نحوی و به چه صورتی میپذیره این هدایا و و حتی قربانی ها رو پس همینطورم هم که میخونیم میبینیم خداوند وقتی با قائن صحبت میکنه میگه چرا خشمگین شدی اگه درست عمل میکردی میپذیرفتم پس خداوند به قاین گفته بوده چطور باید عمل کنه چی درسته چیزی که از کلام خدا مشهوده و وقتی این کتاب مقدس رو هر ورقش رو میخونیم و زیر رو میکنیم میبینیم اول خدا به قلب اشخاص نگاه میکنه تا به قربانی ها و هدایایی که به حضور خدا میارن اول خداوند به وجود ما به دل ما اهمیت میده تا به اون چیزی که به حضور خدا میاریم برای قربانی یا هدایا. اول این برای خدا مهمه که ما کی هستیم تا اینکه چی کار میکنیم. چون خیلی کارا میتونیم بکنیم. خیلی صداها میتونیم دریم، خیلی اداهای مذهبی میتونیم دریم. ولی این قلب میتونه یک آدم پلیدی باشه. خداوند اول میخواد قلب ما به حضورش بیاد. برای هدیه و قربانی و بعد اون هدیه رو از ما میپذیره حالا هر چی میخواد باشه اول سموئیل باب 15 آیه 20 میگه آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش اطاعت بهتر از قربانی است اگر او را اطاعت میکردی خوشنودتر میشد تا اینکه برایش گوسبندهای فربه قربانی کنی خداوند اطاعت از کلامش رو بالاتر از کارها و تشریفات و هدایا و حتی قربانی های مذهبی میذاره چون اطاعت چی میخواد؟ اطاعت ایمان میخواد ما از کسی اطاعت میکنیم که بهش ایمان داریم حرف کسی رو میپذیریم که قبولش داریم درسته؟ پس اطاعت از کلام خدا در درجه اول ایمان میخواد و کلام خداوند میگه تنها به ایمان خداوند هیچ جور دیگه خوش نمیشه خداوند میخواد ما بهش اطمینان کنیم اون چیره که به ما میگه بدون شرط و شورد بدون هیچ جور اینکه ما افکار خودمون رو بیاریم توش خاطی کنیم قبول کنیم و به او اطمینان کامل داشته میش درست مثل یک فرزند که کاملا به پدرش پدری که نیکو عادل و پر از محبت اطمینان میکنه پدرای زیادی رو این زمین هستن که <applause> نمیشه اصلا طرفشون رفت ها و متاسفم که اسم پدر رو اونهاست ولی پدر آسمانی ما شخصیتی عادل نیکو که میگه تمام افکار من برای شما سلامتیه و به هیچ وجه عوض نمیشه خدایی که ثابته از ازل بوده تا ابد خواهد بود و عوض نمیشه کلام او ثابته و جمع نمیخوره و خداوند در کلام شخصیت خودش رو به ما نشون میده و میگه من اینم به من اطمینان کن و از کلام من اطاعت کن چرا؟ چون خدا میخواد برکت و تمام اون که در وجودشه به ما منتقل کنه میخواد ما رو برکت بده خدای ما پر از فیض و برکت و میخواد ما رو از برکت خودش پر کنه و میگه راهی هست اگر از من اطاعت کنی اگر به من ایمان داشته باشی برکت من تمام با کلش در بست مال تو خواهد بود انسان خیلی راحت میتونه مذهبی بشه و اون سمره خودش و اون دسترنج خودش رو به حضور خدا بیاره و به روخش بکشه مثل قاین خب یه کیسه آرد آوردم یه کیسه نمیدونم گندم آوردم دو تا خیار و گوجه فرنگی خدای ببین چی کار کردم چی کاشتم چی درو کردم تو این زمینی که خوار و خس ازش رویده میشه چه عرقی ریختم چه زحمتی کشیدم برات خدای ببین ببین حالا از من راضی هستی ببین چه دلار راستایی برات میشم چه برنامه های مذهبی برات ایجاد میکنم چه تشریفاتی برات به عمل میارم از من حالا راضی هستی میتونیم اینا رو به حضور خدا بیاریم ها به عنوان هدیه خدایا ببین من چی کارا برای تو میکنم چقدر به خودم مشقت میدم زج میدم خدا میگه اینو من میخوام چون خداوند همینطور که گفتم به قلب شخص نگاه میکنه نه به اون کارایی که میکنه براش مهمه که قلب ما داره چی میگذره تا اینکه چی کارا میکنیم اون شخص میتونه کاملا در گناه باشه و هیچ رابطه ای با خدا نداشته باشه ولی بیاد وظیفه مذهبیشو انجام بده و بره و این قلب همینطور که هست میمونه و بدتر میشه که بهتر نمیشه ولی قلبی که میاد به حضور خدا و این رو درک میکنه که خدا اول به قلب اون شخص نگاه میکنه نه به چیزایی که انجام میده بعد اون شخص با یک روحیه دیگه میاد به حضور خدا و بعد خدا اونجاست که میبینه صداقت و بیریایی این شخص جلوی خدا قرار گرفته به عنوان یک هدیه و اونجاست که خدا برکتش رو میریزه و اون شخص رو برکت میده برای همین بود که خداوند در اشعیا باب یک آیات 11 تا 13 میگه از قربانی های شما بیزارم دیگه اونها رو به حضور من نیارید قوچ های فربه شما رو نمیخوام دیگه مایل نیستم خون گاف ها و برها و بزغاله ها رو ببینم چه کسی از شما خواسته که وقتی به حضور من میایید این قربانی ها رو با خود بیاورید چه کسی به شما اجازه داده که این چنین آستان خانه مرا پایمال کنید دیگر هدایای باطل را نیارید یه ده واقعا فکر کرده بودن که اینه اینجوری بریم به حضور خدا بهترین قوچمون بهترین گوسفندمون بهترین بزمون بهترین کارمون بهترین مسئولمون اینو ببریم به خدا نشون بدیم و خدا راضی میشه ولی مسئله نیست اینجا چیه خدا همینو میخواد اینو میبینه خدا میگه نمیخوام بیزارم از این چیزا خونه این منو دارین به کسافت میکشین نه این این رو برای من تشریفات مذهبی من نمیخوام من قلب شما رو میخوام یکی تحصیلاتش رو به رخ خدا میکشه پولش رو به رخ خدا میکشه خدایی ببین با تحصیلاتم مدرکم روزی دارم دیویستا مریض رو درمان میکنم راضی دیگه از من خدایی ببین چه اختراعات بزرگی کردم موشک به فضا فرستادم ارکاندیشن درست کردم تو ماشین مردم دیگه تو گرمای 45 درجه سانتیگراد عرق نمی ریزن راضی از من ببین چقدر پول به این یتیم خونه ها میدم چقدر غذا به این اون فقرا میدم راضی از من خدا میگه تو کی هستی قلب تو چیه سوال بزرگه قلب تو چیه اگر اون هوش و استعدادی که خدا به داده برای تو محصول به بار آورده اون از خداست خدا میگه من که محتاج شما نیستم که تمام اون که روی این زمینه از گله و رمه و, و اون اونچه که هست همه از آن منه من خودم بهتون دادم شما چیزی به من نمیتونید تقدیم کنین ولی یک چیزی که خداوند با اختیار و آزاد به ما داده که ما میتونیم بهش بریم یا ندیم اون قلب ماست خداوند که عارف قلوب انسان هاست انسان رو دچار مرض مذهب میبینه مذهب تو دنیا بیداد میکنه در حقیقت وقتی نگاه میکنم نه دو سوم مردم دنیا مذهبی هستن مسئله نیست چی تو قلبشونه مسئله نیست افکارشون چیه مسئله نیست چی داره انجام میشه ولی فقط یک سری تشریفات رو انجام بدن و فکر میکنن خدا مشتاق این چیزاست خدا تو کلامش میگه من بیزارم من مشتاق این چیزایی شما نیستم خدا هم میگه اگه میخوای چیز رو بر من قربونی کنی اول قلبت باشه اگه چیزی میخواد چاک بزنی اول قلبت باشه نه پیرنت من فکر کنم سختر این کار رو از ما میخواد کدومش سختره از یه جهت من فکر کنم وقتی قلبمون رو باید هدیه کنیم خیلی آسون تره چرا نه چون خدا من میخواد با قلب ما چیکار کنه جز که برکتش رو بریزه در قلب ما جز که قلب ما رو عوض کنه چون که زندگی های ما رو آرامش ببخشه پر از فیض و برکت کنه میخواد چیکار کنه ولی اگه به مردم میگفتن که این قله اورست ای رو میبینی یه دفعه بری بالا و پایین بیای یه دفعه بری بالا و, پا... و بعد بیای پایین تمام گناهانت بخشیده میشه و خداوند از تو راضیه باور کنین الان چند صد مایل آدم صف کشیده بودن که از این قله برن بالا و بیان پایین این سختی رو به خودشون بخرن ولی خداوند میگه بابا من چیزی از شما نمیخوام که اینقدر سخته جزی که بخوام کلام منو بشنوین به من ایمان داشته باشین و اجازه بدین من در قلب شما سلطنت کنم چی دیگه میخوام نخواستم دولار راست شین برام نخواستم این کارو بکنین نه اون کارو بکنین خواستم بذارین من تو قلبتون ساکن شم و من با روح خودم شما رو شفا بدم و برکت بدم خدا من میگه اگر میخواین مذهبی باشین و هدایای باطل و خشکتون رو بیارین نزد من نیاین یعنی. خونه منو به کسافت نکشین من از این هدایای باطل شما بیزارم تا باب پونزه آیه نونزه میگه زیرا از دل این قبیل چیزها بیرون میآید. آید فکرهای پلید آدم کشی زنا روابط نامشروع دزدی دروغ و بدنام کردن دیگران کسی ممکنه بگه خب اقلا چند تا شما من در مورد من شامل نمیشه چون من قتل نکردم عیسی مسیح گفت اگر تو قلب خودت تو فکر خودت نسبت به شخصی تو خشم گرفتی تو انگار که اونو کشتی در حقیقت این گناه هم بر تو واقع شده یکی میگه من زنا نکردم میگه اگه تو قلبت نسبت به شخصی شهوت و لطف فکر کردی تموم کارت زناکارم هستی برای همین اینجا میگه فکرای پلید حتی چیزایی که تو افکار ما میگذره و خود من چه بارها شده که باور کنیم با ماشین تراک از, زیر از, روی این و اون رد شدم به خاطر اینکه قلبم نسبت به اونا سخت شده اذیتم کردم و خواستم انتقام میگیرم تو قلب خودم وقتی این رو میخونم میگم خدایا <applause> من باید عوض شم نمیخوام این چیزا توی وجود من باشه پس من عوض کن چاره چیه ای خدا من بیا تو قلب من ساکن شو من به تو اتیاج رو. تا فرمان زندگی من فرمان افکار و اراده و احساسات من رو در دستای خودت بگیر میگه دروغ و بدنام کردن دیگران یه موقع مثل هابیل میبینم سرم خون میاد <applause> انقدر از این خوردم سر این مسئله چه تومت ها زدن چه بدگویی ها کردن چه دروغ ها گفتن به خاطر که ما رو بکشن با این خودشون بالا ببرن باشه باشه چه فایده داره که برای خدا انقدر ریاضت به خودمون بدیم انقدر مشقت بدیم ولی قلب ما مریض باشه پر از این چیزای کثیف باشه یادم میاد اوایل ایمانم بود حدود ده سال پیش و خب کلیسا اعلام کرده بود که روزه بگیریم برای مطلبی بود حال به یادم نمیاد مطلب دقیقا چی بود گفتن روزه بگیریم و در دعا باشیم خب منم گفتم باشه منم روزه میگیرم و در دو هستم چجوری جو روزه میگرفتم؟ غذا نمیخوریم دیگه ها؟ من شیکمو از هیکلم پیدا هستم آدم خوشخوراک غذا نخوره صبح شد هیچی نخورم زور اومد هیچی نخورم دیگه ساعت پنج بعد از زور بود دیدم این میده بزرگه مید رود بزرگه داره میده کوچیکه روده رو یک جا میخوره گفتم نه مثلا که بعد پاشم برم خونه گفتم ولی میرم خونه الان میدونم جینا جون چه خورش قرمه سبزی گذاشته رو میز چیده به سبزی خوردنم بغلش رو تعدیق و دلی از ازا در میارم و روزم هم ادا کردم دیگه ها میرم افتار میکنم و, و بعد به چه شبیه اومدم خونه نه مثلا این بو غذا نمیاد نه خونه کسی نیست جینا کجاست؟ آشپزخونه سود و کور هیچی رو اجاق نیست در یخچال با کرم نم این توه هیچی اونجا نیست همه چی یخصده تو فریزر ای بابا یه لحظه گفتم آخه مگه جینا نمیدونه من روزم قضا کجاست من نمیفه الان میام خونه گشنمه ناراحت شدم و گفتم اصلا به فکر من نیست میدونی الان چیه میرم رستوران یه سلطانی میگیرم میذارم جلوم تا ته میخورم ماست و خیار و سال چیزازی هم بغلش بعد میام خونه با خلال دندون لای دندونام میگم باشه حالا تو که بر من غذا رو سکری رفتم یه سلطانی خوردم اومدم کلید ماشین ورشم اومدم برم دم در گاراژ دستم به در گاراژ خورد خدا من با من صحبت کرد گفت سلا داری چیکار کار میکنی گفتم آخه خدایا این گوشنم زخم مهده زنم به فکر ما نیست گفت کی تو خواسته تو اینقدر ریاضت بدی به خودت کی از تو خواسته تو اینقدر گشنگی به خودت بدی معدت رو سوراخ کنی و بعدم راجب زنت اینجور فکرای بد بکنی کی به تو خ... گفته کی از تو خواسته برو عوض این کار توبه کن و وقتی خدا هم با ما صحبت میکنه نمیدونم زانوهای دم سست میشه قلب آدم انگار مثل موم حل میشه و گفتم راست میگه اصلا جریان چیه ما مادم اینجوری خدا رو عبادت کنم ولی نگاه کن به چه به چه صورتی درمدم به چه انسانی تبدیل شدم گفتم نمیدونی چیه اینجوری نمیشه و توبه واقعی هم اینجا سیگیم درست میری کاری که درسته حالا انجام میدی گفتم نه اتفاقا میرم الان در یخچال وا میکنم بهترین غذا رو درست میکنم میذارم چلوش هر وقت اومد شروع کردم بهترین غذای ایتالیایی رو رفتم درست کردم دیگه همه چی آماده بود جینا جون از در اومد تو قلب ناراحت خیلی پریشان اومد گفت وای سلا جون ببخشید میدونم تو هم روزه بودی اومدی خونه حتما هیچی نبودی نه نمیدونی چی شد این بچه کوچولو از مدرسه اومد تب کرده بود شدید دوا بهش دادم پایین نیامد فوری ورش داشتم من گفتن که بیارش امرجنسی رفتم اونجا حالا این دکتره کلی آدم داره ما رو اینجا جا کرده فلان خلاصه به یه بدبختی این بچه رو دید و منو میگی اینه آدم مذهبی خدا با من خجالت داد کو ببین تو مسیحیت هم میدونی تو شی خیلی راحت میدونی یک سری تشریفات رو برداری یک سری چیزها رو و فکر کنی داری کار خدا رو انجام میدی و بعد قلب یکی دیگر رو بشکنی خیلی راحت ولی شکر برای روح خدا که میگه در شماست و اون روز روح خدا به من گفت سلا نه گناه داره بر تو مسلط میشه برای شیره برو کار درست انجام بده برو توبه کن همینطور تو که خداوند به قائن گفت گفت نذار این گناه بر تو تسلط پیدا کنه خشم داره تو رو میگیره و تو گناه میکنی نزار برو کار درست انجام ده برو مسلط شو ولی قاین این کار رو نکرد چون روح خدا در قاین نبود ولی امروز مسیح میگه من در شما ساکنم و من شما رو قوت میبخشم چون اون کاری رو که شما هیچ وقت نمیتونستین انجام بدین انجام بدین و شما خلقت جدیدی شدید در ایسای مسیح هللویا این فرق اون زمانه که مسیح هنوز مصلوب نشده بود و روح خدا در ما ساکن نشده بود و این زمان که مسیم که من میام در وجود شما زندگی میکنم. هللویا. ایزای مسی در متا باب 22 آیه 37 تا 40 فرمود: خداوند خدای خود را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. این دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خودت را دوست میداری تا احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود و اگر شما این دو را انجام دهید در واقع همه را انجام داده اید خداوند می گید دو تا حکمه که انگار تمام احکام این کلام رو شما انجام دادید دختر انجامش بدید یکی اینکه خداوند رو با تمام دل و قوت و جانت دوست بدار دومی که همسایه خودت رو هم نوع خودت رو مثل خودت محبت کن و دوست بدار و میگه تمام احکام خداش و شریعت خدا رو انجام دادید اگه این رو انجام بدید و این موقع پیش خودم فکر میکنیم خب کاری نداره اولی که خیلی راحته خدا رو میرم الان با کارام کارهای مذهبی. راضی میکنم دیگه ها میام تو کلیسا خب اونجا یه سری کتاب میذارم میز کتابا رو میچینم و بعد شیرینی رو میچینم به اصطلاح شمع رو میچینم دارم خدمت میکنم خدا رو اینجوری دیگه میام این وسایل صوتی رو میچینم اون دوربین رو میذارم اونجا دارم خدا رو خدمت خدا هم همه اینا رو داره میبینه چقدر از من راضیه چقدر میگه به این فرزند من چه داره بر من زحمت میکشه عرق میریزه یه شنبه که الان همه تو پارکا و مهمونی ها هستن اومده اینجا داره میدوه ها؟ و بعد فکر میکنیم خب میام پشت منبر کلام خداوند رو به تمام دنیا میرسونم حتی میرم مسافرت میکنم به دور نقاط جهان و پیامش رو میبرم ولی خداوند میگه تو کی هستی قلب تو کجاست همه این کارا مثل دستمال کثیفی در مقابل من اگر قلب تو مریضه اگر آدم مذهبی شدی که همسایه خودت رو نمیتونی مثل خود دوست داشته باشی علمیتونی خدا رو اونجوری که میخواد محبتش کنی. عیسی مسیح فرمود در متی باب پنج آیه 23 پس اگر نظری داری و میخواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همون لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است گوسفند را همونجا نزد قربانگار رها کن و اول برو از دوستت عذرخواهی کن و با او آشتی کن. آنگاه بیا من نظرت را به خدا تقدیم کن ببینین عیسی مسیح فقط و فقط ما رو متوجه به قلب و وجودمون میکنه نه به اون چیزایی که در ظاهر انجام میدیم میگه ای فهم میکنی اومدی کلیسا و داری خدا رو خدمت میکنی حالا ممکنه بزرگترین کار داری انجام میدی ولی اگر تو به کسی صدمه زدی اگر قلب یکی رو بیدلیل رنجوندی و باعث لغزشش شدی اینا رو بذار کنار اینا رو بذار کنار چون اینا در نظر من هیچ مقبول نیست برو اول اون شخص رو پیدا کن باهاش آشتی کن از دلش در بیار و بعد بیا تمام اینها رو ماستو تو قبول میکنم برای همینه میگم وقتی که از درهای این کلیسا میایم تو خیلی مهمه با چه قلبی داریم میایم وقتی داریم میایم در این شام خداوند شرکت کنیم خیلی مهمه ما کجا هستیم از لحاظ قلبمون کجاست برای همینه کلام خدا میگه دائما تفتیش کنین قلبتونو و بدونین کجاست بدونین چی داره توش میگذره و چجوری چجوری تفتیش کنیم محک چیه چجوری بدونیم قلب ما مریضه یا نه خداوند کلید دیگه ای داده ابرانیان باب چهار آیات دوازده تا سیزده میگه کلام خدا زنده و با نفوز است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا میکند زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را میشکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را میشناسد چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم میبیند چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و به اوست که بایست سرانجام حساب پس بدهیم این کلامه این کلام زنده خداست که میگه تیزتر و برندتر از هر شمشیر دودمه که مفسر رو از استخوان جدا میکنه قلب ما رو تفتیش میکنه قلب ما رو سوراخ میکنه میره به اون دریچه های تاریک قلب ما و میذاره نور کلام خدا اونجا بتابه و بعد چی انجام میشه بعد ما خودمون رو میشناسیم باور کنید تا موقعی که این کلام رو نخونده بودم فکر میکردم آدم خیلی خوبی هستم و جینا باید به من افتخار کنه به یک همچین شوهری ولی وقتی این کلام رو خوندم به حال خودم زار زار گریه کردم و گفتم وای به حال جینا نمیشناختم که من کی هستم تا موقعی که این کلام رو نخوندم کتابای دیگر داده بودن به عنوان کلام خدا به من باور کنین وقتی میخوندمشون بدون تار و بدون اقرار به شما میگم من خودم رو عادل تر از اون خدایی میدیدم که تو اون کلام ها معرفی شده بود باور کنید خودم رو عادل تر میدیدم با انصاف تر میدیدم مهربون تر میدیدم و نمیتونستم ملزم شم به گناهان خودم ولی وقتی خداوند این کلام خدای یهوه و عیسی مسیح برای من مکشوف شد کلام او رو شناختم خودم رو شناختم و دیدم کجای کارم چقدر سقوط کردم چقدر از جلال خدا قاصرم چقدر ناقص و پر از عیبم چقدر مغرورم و بعد بالا رو نگاه کردم گفتم خدایا <applause> اگر فیض توست به من نگاه کن منو نجات بده چون یک روزی باید به تو حساب پس بدم و وضع من خرابه خداوند گفت بیا بیا من برای تو به این دنیا اومدم برای تو روی صلیب رفتم جای خوبی اومدی بیا بیا و من تو رو پاک میکنم خداوند قلب قاین رو میدونست که نسبت به برادر کوچیکش حسادت داره چون هابیل احکام خدا رو اطاعت میکرد و قائن نمیخواست میخواست رای خودش بره میگو خب درست خدا میگه حالا اینجوری ولی من فکر کنم اینجوری هم میشه چرا نمیشه چرا نمیشه خدا رو اینجوری هم پرستید خدا هم قلبش اشخاص نگام کنه تا به چیزهایی که به عنوان هدیه و پرستش به حضور خدا میارن ولی خدا من راه هایی رو هم گذاشته برای پرستشش چون شیطان پرستان میرن بچه های کوچیکو میدوزن و بعد میرن قلبشون رو زنده زنده در میارن من شیطان رو میپرستن پس اگه ما بگیم خب اونم پرستش خداست بعد داریم چیکار میکنیم اینجا پس هر چیزی پرستش خدا نیست خداوند اصول و راهایی رو برای پرستش خودش اینجا مطرح کرده که پاک نیک و عادله و ما رو بنا میکنه باید این رو بدونیم که در هم وجود همه ای ما یک قاین کوچولو خوابیده چون به حال قائن جد ماستی ها خون اون هم یه جوری تو رگ های ما هست ها یه قاین کوچولو اونجاست همیشه که میخواد قد علم کنه و برادر خودش هم نوع خودش رو صدای بزنه این رو باید متوجه باشیم و پولس گفت دقیقا همین جوره انگار این گناه در رکهای من میجوشه ولی شکر برای حضور خدا شکر برای عیسی مسیح که اومد روح قدوس رو روح خودش رو در من گذاشت که بتونم بر گناه چیرشم و قلب بکنم هللویا برای این فرزند خدا کسی که روح مسیح درش هست قادره بر گناه چیرشه و قلب بکنه وقتی داوود پادشاه در گناه افتاده بود در مزامیر 51 به خداوند اینطور میگه میگه تو از من قربانی حیوانی نخواستی وگرنه آن را تقدیم میکردم قربانی من این قلب شکسته و این روح تو به کار من است که به تو تقدیم میکنم ای خداوند میدانم که این هدیه ای مرا خار نخواهی شمرد داود پادشاه که در اون زمان زیر شریعت زندگی میکرد این رو درک کرده بود که خداوند با یک تشریفات مذهبی از اون راضی نمیشه این قلبش بعضی با خدا یکی بشه این قلبش باید جای درست باشه هدیه مقبول خدا قلب شکسته و روح توبه کار از گناهانه و ای فرزند خدا ای کسی که نام مسیح بر توه اگر با گناهانت زندگی میکنی اگر این قلب تو هنوز پر از پلیدی هاست و پر از چیزایی که باید عوض شه این رو بدون و خودت رو تفتیش کن که آیا واقعا تولد تازه داری آیا واقعا خدا در تو ساکن شده یا نه چون کسی که در خداوند زندگی میکنه باید دائما قلبش رو تفتیش کنه و به سوی قدوسیت پیش بره و خداوند این قدرت رو به ما داده این قدرت رو به ما داده وقتی با این روحیه به حضور خدا میریم خدایا من میدونم ضعف دارم و واقعا به روح تو احتیاج دارم به وجود تو احتیاج دارم که منو از این بندها رهایی بدی خداوند تمام قوت و برکتش رو به ما میده که ما بر اون گناهان مسلط شیم و باور کنید تو زندگی خودم این رو تجربه کردم هیچ جایی نبوده بعد از اینکه مسیح منو ملاقات کرد که گناه دم در من باشه و من قدرت بر قلبه بر اون نداشته باشم ولی یه موقع تصمیم گرفتم برم راه خودم برم و پاشو خوردم ولی دارم یاد میگیرم که از روح خدا استفاده کنم و بگم نه میدونی چیه اینجا به خدا و به کلام او اطمینان میکنم اینجا من دستم رو به گناه آلوده نمیکنم میذارم خدا عمل کنه و باور کنید تا حالا شرمنده نشدم جلال و نامش خداوند میگه من میدونم من میدونم گناهان شما مثل لکه های خونه ولی در اشعیا باب یک آیه 18 میفرماید که بحث و جدل من با شما این است اگر چه لکه های گناهانتان به سرخی خون است اما من آنها را مانند پشم پاک میکنم و شما را همچون برف سفید میسازم هللویا کار کار خداست کار کار خداست خداست که میگه من شما رو پاک میکنم منم که میام شما رو مثل برف سفید میکنم زندگیتون پر از لکه های خونه پر از لکه های گناه خونه هایی که ریخته شده و به نزد من فریاد میزنه ولی میگه من میام و قلب شما رو عوض میکنم و گناهان شما رو میپوشونم و من شما رو پاک مثل برف سفید میکنم هللویا و به چه وسیله خداوند این کار میکنه چطوری ما رو رها میکنه از این بند گناه ها چطوری قلب ما رو عوض میکنه چطوری گناهان ما رو میپوشونه به وسیله خون مسیح که اون قربانی کامل و قربانی مورد پسند خداست به وسیله خون او که روی صلیب ریخته شد خون گناهان ما به حضور خدا فریاد میزنه و خدا کسی رو میفرسه که خون او گناهان ما رو میپوشنه و ما رو مثل برف سفید میکنه هللویا هللویا شکر بر این نام خداوند بله گناهان ما ما رو به قهر سیایی میبره ولی خون عیسی مسیح قلب های ما رو عوض میکنه و نور او در وجود ما میتابه و ما رو خلقت جدیدی میکنه اینه این خبر خوش اینه این خبر خوش برای یک آدم مذهبی که بیا قلب تو به حضور خدا باز کن و بذار او در روز درت ساکن شه و تو میبینی اون موقع که خدا کیه و چیه هللویا و چطور میتونی در وجود او زندگی کنی در حضور او زندگی کنی پس بیایم به حضور عیسی مسیح که آورنده ای این پیمان جدیده بیاییم به سوی خون عیسی مسیح که روی صلیب ریخته شد خونی که مانند خون هابیل طالب انتقام نیست بلکه به روی ما پاچیده شده تا گناهان ما رو بشوره بیایم به حضور این خداوند تنها چاره گناهان ما عیسی مسیحه تنها اوست که میتونه ما رو از این منجلاب نجات بده ما رو عوض کنه که بتونیم خدا رو با تمام دل و قوت جانمون محبت کنیم دوست داشته باشیم و همینطور هم نوع خودمونو تنها امید این دنیا عیسی مسیحه کسی که اومد به این دنیا یک گناه ازش سر نزد ولی به خاطر گناهان تمام دنیا او رو مصلوب کردن او جانش رو داد کسی نمیتونست جون اون رو ازش بگیره او خدا بود او جانش رو داد خونش رو ریخت برای ما تا برای ما کفاره باشه تا ما رو بپوشونه و بعد میوهش رو میبینیم سمرش رو میبینیم اونچه که در کلام خدا گفته میبینیم در زندگی همون. که قلبا رو عوض میکنه ما رو از بند مذهب آزاد میکنه و بعد ما رو در ملکوت خودش که آزادیه و شادیه و بعد ارتباط مستقیم به خود خداونده قرار میده و اون موقع است که دیگه ما تشنه لب نیستیم گشنه دل نیستیم اون موقع است که دیگه قائن در ما کوچیک کوچیک میشه که دیگه زورش به ما نمیرسه در حقیقت زورش به اون روح القدس نمیرسه چون کلام خدا میگه اون کسی که در شماست یعنی روح القدس از اون که در دنیاست یعنی روح قائن و روح شریر بزرگتر و عظیمتره هللویا